علی مصطفی بیگانه کرد، سوزی و تا از درون سینه رفت، جوهری آینه از آینه رفت. میگو جوانان را بداموز از این عصر، شبی ابلیس را روز از این عصر. بدامانش مثال شعل پیچم که به سوز از به نور از این عصر. از عصر ما این عصر به ما چنین کرد، میکراب گناه، ویروس های گناه قلب هامون سیاه کرد، زبان هامون از ذکر خدا دور کرد، حتی تا جایی که انسان هست که سر به سجده الهی رو میبرد. خالقی خوشان رو میشناسد، الان که مالک ملک فقط خدا هست، مالک فقط خداست، خالق فقط خداست، رازق فقط خداست، خلق کننده کوه ها خداست، خلق کننده آقیان و قیانوس فقط خدا. شب روز کننده الله هست، روز شب کننده الله هست، گرمی ندیرنده داده که الله هست، سردی نیاورده که الله هست، هوایی که نفس میکشم خلق کرده الله هست. با اختیار خود به دنیا نامد این و به اختیاری خود هم از دنیا نمی روید، همه و همه در قبضه قدرت الله هست. در حدیث قدسی خدا بیان میکنه، یا عبدی یا عبدی، خدا میگه بنده ای من، این وجدتنی فقط وجدت کل شی، اگر تو مرا یافتی همه را یافتی، و این فقط تنی، اگر تو مرا نیافتی فقط در کل شک از همه چیز خلاص شدیم. اگر ما الله داشته باشیم همه را داریم. الله دارم چی غم دارم؟ وقتی که همه در قبضه قدرتی او باشد، دور شدیم از محبت پیامبر، دور شدیم. بر یک عصر شدیم که پیامبر صلی الله علیه وسلم را نشناختیم. الله عز و جلال در دیگر آیه بیان میکند، هو الذي بعث في الأميين نبيا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خدا بيان بكنا فروردگار ذات است که هو الذي بعث في الأميين نبيا، در قوم أمي عرب، قوم هایی که قبل از پیامبر نادان بودن، جاهل بودن، گمراه بودن، سنگ تراشیده خدا گفته پرستش میکردن، همچنان که نسلی اونها ماند است در بعضی از مسلمان که در پیش هیکل میرون شب عروسه میبرن و گل میرون و هر دشان تعظیم میکنن، در قدم اولی زندگی خود شهرت بیچکار میکنن. شرم است برای مسلمان، شرم است برای مسلمان. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. الله عز وجلال قبل از این حکمت و یزکیهیم گفت، تزکیه باطن، تزکیه باطن طریقت است، عرفان است، تصوف است، روح اولیاها است، احسان است. چگونه است؟ علمای قبلی، علمای بخارای شریف، علمای حوزه علمی دیوبند، همه بغیر از عالم بودنشون اولیاء الله بودن. شاه عبدالعزیز دهلوی که در زمان خودش خیلی عالم بزرگ بود، نه تنها علمی قال داشتن، علمی حال داشتن، اولیاء بودن همه. یک مسیحی در هندوستان آمد، خیلی عالم بود، همه مردم تبلیغ مسیحیت نکرد، مثل مرد و آب و شکر و بدالت مردم مسیحی و کافر کردیسن، معبد ها بینا کردیسن، جان کردیسن، لیکن همش بیهوده است. چون که پشت با پشت نسل ما و شما مردم تاجی مسلمان مسلمان داده است. با ایمان و با اسلام انشاءالله که خاتمه ما میشود. وقتی که آمد مسیحی گفت از علمای اسلام کسی هست که من با او بحث کنم؟ گفتن بله، با دهلی برا شاه عبدالعزیز است. وقتی که آمد نه تنها علم خال، نه تنها علم تفسیر و حدیث، بلکه از حال با خبر بود، کشف قلوب،
کشف صدور، کشف زنون، از همه کشف ها خبر بود. مسیحی وقتی که در آمد همیتا حلقه جمع همه طالب ها علامه نشسته و مجرد در آمدن باریش و با سبر خشه به شکل مسلمان کردگی بود، اما کافی بود. وقتی که در آمد شاه عبدالعزیز نگاه کرد و به چی خاطر آمدی؟ گفت سؤالی دارم. علکه ما در آمده و دیده های قلبش او را دید که او بدین است و کافر است در مسجد را آمد. گفت چی میخواهی؟ گفت سوالی دارم. گفت سوالت را مطرح کن. گفت یک شخص در یک راه میرود، یک راه است، در اخیر راه دو شاخه میشود، در دو شاخگی راه یک شخص خوابیده است و یک شخص بیدار. همین آدم باید که برای راست براد یا به چپ رود. آدمی بیدار سوال بکند یا آدمی خوابه؟ سوال ببین خوابه بپرسد یا بیداره. شاه عبدالعزیز یک ذره استاد نکرده گفت اون بیدار فرصت نجوید نیستد، اون خواب بیدار بشود و با اون میفهماند که به کدام راه برود. بعدی شخص خبر میتو به کدام راه برود. جواب وقتی که شنید روش سیاه شد و گشت و برآمد رفت. مردم همه حیران شدند. همه عالم هستند از تفسیر و حدیث، اما از حال بی‌خبر هستند. دیده های دین اینها بینا نیست. سخن اهل دین مگو که خطاست. سخن اهل دین مگو که خطاست. سخن شناس نه جام من، خطا اینجاست. وقتی که مردم سوال کردن که ای استاد چی حکمت بود؟ گفت اون شخص مسیحی بود، اون شخص کافر بود. وقتی که آمد سوال کرد، سوالی و برامز بود. گفت که یک شخص برای دو راه انتخاب کردن، راه اسلام و راه مسیحی. یک شخص خواب و یک کس بیدار. خوابش کی است؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که الحال چی است؟ از دنیا گذشته. بیدارش کی است؟ عیسی علیه السلام که الحال چی است؟ زنده هست. امون شخصی به پرسیدگی شخصی بیدار با او بفهماند یا شخصی خواب با. گفت مقصدش که ما پیروی عیسی بشویم یا پیروی محمد صلی الله علیه و آله که از دنیا گذشته است. گفت من برم فهمیدم و گفتم که اون شخصی بیدار راستا نیستد. کدام وقتی که او بیدار شد او را بفهماند که به کدام راه برود. که اون محمد صلی الله علیه و سلم همه پیغمبران، همه اول العزم و مرسلین و انبیا آرزو میکردند که خدایا کاش که ما را امت محمد صلی الله علیه و سلم نگهداری. شیسی نبی علیه السلام پدر خود آدم صفی الله را پرسید، همه وصیتاش را کرد. گفت که ای پدر، گفت حضرت شیس و زانوی ادب روبروی موی سفید بابای آدم هزار سال عمر دیدگی. ای پدر، گفت مرتبه او فرزند تو در اخیر زمان به دنیا آمد، او بالا است یا مرتبه تو؟ خاموش شد. دفعه دیگم پرسید، دفعه سیم پرسید. آدم علیه السلام اشکا جاری شد. گفت که شیس نبی، اگر من در جنت گناه کردم مرا از جنت بیرون کردن، اون حبیب الله کسی است که امتی او در بیرون گناه نکند و داخل جنت میشود. این مرتبه را کی دارد؟ این مرتبه را کی میابد؟ پیغمبر هست که امتی او در بیرون گناه میکنند اما داخل جنت میشوند. الله عزوجلال حبیب خودش را وصف کرد. دیگر آیه های قرآنی، دیگر آیه های همه قرآن سر تا پا وصف رسول الله است. رسول معظم اسلام از عشق محبتی دور ماندیم، از محبت الله دور ماندیم، خود را نشناختیم، خدا و پیغمبر را نشناختیم. که حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه در ابتدا اسلام چی گونه بود؟ در ابتدا اسلام مست شد، شمشیر گرفت، ابو جهل لعین گفت که پول داد، مال داد، او را وعده ثروتش کرد، مستش کرد، با بتخانه آورد، گفت بیا با بتا بلا تو غزا و منا قسم بخود که تو با شمشیر سری محمد صلی الله علیه وسلم میگیری. عمر بن خطاب زمانی که مست بود
شمشیر به دست گرفته بود.